سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه ها، من امروز اومدم پیشتون با یک ویدیوی جنجالی دیگه در رابطه با عجیبترین رسم و رسومات مردم دنیا. امروز میخوام 15 تا کشور و قبیله رو بهتون معرفی کنم که عجب رسم و رسوماتی دارن. و البته بگم کشور خودمون ایران هم جزء این کشورهایی که رسم و رسوم عجیب غریب داره. بدونید چه رسم و رسوماتیه که اینقدر عجیب و غریبه، با من همراه باشید. 15مین آیین یا سنتی که همه تعجب میکنن از دیدن یا شنیدنش، راه رفتن روی زغال داغه. ببین، یه سری قسمت‌های چین هستن وقتی که خان باردار میشه، البته این 100% نیست که همه بعد تو اون قبیله یا اون منطقه این کار انجام بدن، هر کی که دلش خواست میتونه کار انجام بده. وقتی که همسرشون باردار میشه اونو بغل میکنن، مرده باید خانمشو بغل کنه و رو این زغالای داغ را بره و این نشون میده که باید با بچه دار شدن یه بار سنگینی رو توی زندگی تحمل کنه. حالا بعضی جاها نوشته بودن که خود کسایی که میخوان ازدواج کنن باید همسرشون رو بغل کنن و این کار رو انجام بدن. بعد جاها من خوندم که نوشته بودن که وقتی که خانمش باردار میشه بعد این کار رو انجام بدن. به هر حال این یه رسم سنتی تو یکی از مناطق چین هستش. بچه ها، 14مین قبیله خاص و وحشتناک دنیا قبیله یانومامی هن. میدونی چرا؟ چون آدم خارن. بچه همیشه جنگل های آموزون برای همه پر از راز و رمز و اسرار بوده، هم چون دور بوده هم که خیلی بزرگ و واقعا خیلی راز داره. حتی یه قسمت هاییشو خیلی ها نتونست اصلا راه پیدا کنن. حالا این قبیله یانومامی تو همین جنگل های آموزون زندگی میکنن، تقریبا نزدیک های مرز برزیل و ونزوئلا. بعد اینا خیلی عجیبن. چرا؟ چون مرده هاشون رو میخورن. آره، وقتی که یکی بینشون میمیره جسدش رو برمیدارن میخورن، چون به این اعتقاد دارن وقتی که جسد این مرده رو بخورن روحش به آرامش میرسه. وی! 13مین رسم عجیب دنیا رسم قبیله دنی یا دانی تو کشور اندونزیه. بگو چی کار میکنن؟ ببین، اینا وقتی که یکی از اعضای خانوادهشون میمیره، فوت میکنه، سر این انگشتاشون رو میبرن، یعنی اینقدر از انگشتاشون رو میبرن. با این کار میخوان با اون سختی و رنجی که به جسم خودشون وارد میکنن اولا که کمتر اون غم و سختی رو احساس کنن و بعد اعتقاد دارن که با این کار روح اون شخصی که میمیره بیشتر به آرامش میرسه. که بیشتر زنای خانواده، خانمای خانواده این کار رو انجام میدن تا آقایون. خدا بسته دیگه، مثلا خدای نکرده، خدای نکرده چند تا از اعضای خانوادت بمیرن، بعد کل انگشتات همه رو قطع کن. اسم عجیب غریبیه خدایا. 12مین رسم عجیب دنیا رسم مرگ تنهاست. ما بیشتر اسکیما رو به این میشناسیم که توی مناطق قطبی زندگی میکنن، هوای خیلی سردی دارن، لباسای خاصی میپوشن که در برابر سرما ازشون محافظت کنه، ولی یه رسم خاص هم دارن که واقعا رسمشون وحشتناکه، اصلا به نظرم جالب نیست. اینکه وقتی میبینن یه نفر خیلی پیر و مریض شده، اونو برمیدارن روی یه تیکه یخ میذارن که روی مثلا آب شناوره میذارن، اون فرد پیر همونجا بمونه و بمیره و اینو اعتقاد دارن که چون اون فرد پیر باعث سربار شدن و زحمت بقیه اعضای خانواده میشه، با این کار اون زحمت و سختی رو از رودوش خانواده برمیدارن. این چه کاری آخه بنده خدا؟ ولش میکنه روی یخ خودش بمیره. آره، ورپریده ها. 11مین رسم عجیب دنیا رسم زندگی کردن با مرده هاست که تو یه سری از قبایل اندونزی انجام میشه. شاید هم به نظر ما خیلی عجیب و غریب باشه، ولی به نظر خودشون خیلی عادیه. ببین، اینا شخصی که تو خانوادهشون میمیره و خیلی دوستش دارن و لباس تنش میکنن و میشونن کنار خودشون، میخوابوننش، باهاش زندگی میکنن تا ماها بگذره تا رسم سنتی و رسمی خاک سپاری انجام بشه. یعنی چند ماه با مردهشون زندگی میکنن. این مرده بو نمیگیره؟ چجوریه؟
دهمین رسم عجیب دنیا حلقه انداختن دور گردن خانوم هاست که این رسم تو ویتنام و یه سری از قبایل آفریقایی و تایلند انجام میشه که از 2 سالگی دور گردن بچه ها دخترها یه سری حلقه‌های فنری میندازن که گردناشون دراز بشه و میدونی چیه میگن یکی از مظاهر زیبایی خانوم هاست، یعنی اینکه خانم‌ها گردنشون دراز میشه خیلی زیباتر میشه. اونا میگن اونا اینجوری میگن. وای چقدر وحشتناکه، فکر کن صبح تا شب یه چیز مثل حلقه توی گردن باشه، انگار داری خفه میشی. البته خیلی از کسایی که توریستایی که رفتن این خانم‌ها رو دیدن گفتن این خیلی کار غیر انسانیه و باید زودتر قدغن بشه. نهمین رسم عجیب دنیا، انجماد موها توی دمای منفی 30 درجه است. حالا بگو این رسم تو کدوم کشوره؟ کانادا. ببین یه سری قبایل هستن توی کانادا، خب اینا عاشق هوای سرد زمستون هم، مثلا تو هوای همون 30 درجه منفی 30 درجه اینا سرشون رو میکنن تو چشمه های آب گرم، بعد سرشون میرن بیرون موهاشون تو همون حالتی که مونده یخ بزنه، بعد انقدر سرد بشه و چیز بشه که قندیل بزنه. فکر کن تو هوای منفی 30 درجه اول سرشون که آب گرم، بعد میرن تو اون سرما رو سکته مکته نمیکنن. چجوری زندگیشون خوب هم نمیکنن؟ نه I don't know. هشتمین رسم عجیب دنیا، پولترابند یا نابود کردن زندگی تازه عروس و داماده، اونم تو کشور آلمان. ببین اینا رسمشون اینجوریه که یه روز مونده به عروسی، دوستای عروس و داماد میان خونهشون و هر چیزی که قابل شکستن رو میزنن، میشکنن و خاک شیرش میکنن اینجوری. یعنی گلدون، پیشدستی، لیوان، هر چی که دم دستشون باشه. بعد اینا میرن عروس و داماد، بعد بشینن ساعت‌ها این چیزایی که اینا شکوندن رو جمع کنن و خونه رو تمیز کنن. آخه چی کاریه؟ کرم دارین؟ عقل ندارین؟ البته بگم اون چیزایی که با ارزش و خیلی گرونه دم دستشون نمیذارن، فقط چیزای ارزون و ارزون رو میذارن. عجیبه به خدا، واقعا بیکاری نه؟ هفتمین رسم عجیب دنیا، پرش از روی نوزاده. ببین بعضی از قسمت‌های اسپانیا دارن این کار انجام میدن و فکر نکن الکیه، وقتی نوزادشون به دنیا میاد اونو برمیدارن میذارن توی قسمتی از خیابون و توی کوچه میذارن وسط روی سری تشک، بعد یه شخصی که میده لباس خاصی مثل لباس شیطان پوشیده از روی این نوزاد میپره و میگن با این کار شیطان از این نوزاد دور میشه. دور دورا. آدم بعضی از این رسم و رسومات رو توی این کشورهای پیشرفته میشنوه شاخ در میاره. ششمین رسم عجیب دنیا، مهمونی گرفتن برای میموناست که این رسم تو کشور تایلند انجام میشه. ببینه تایلندی ها میمون و سمبول خوششانسی میدونن و میگن که اگه مثلا یه روز خاصی و در سال به این میمون ها اختصاص بدیم و براشون جشن بگیریم، خوششانسی در کل سال برای ما وجود داره. نزدیک محل زندگی میمونا یه میز خیلی طولانی میچینن و کلی خوراکی های خوشمزه که بیشتر میوه و سبزیجات هم هست برای این میمونا میذارن تا بیان بخورن و لذت ببرن و خوششانسیشون هم به اونا برسه. مری لوید پنجمین رسم عجیب دنیاست که یه غریبه بنده خدا اگه اینا رو ببینه زهره ترک میشه. حالا بهتون بگم چیکار میکنن. ببین توی کریسمس ما دیدیم مثلا بابا نوئل میادن درخت کاج میذارن و اینجوری شادیشو نشون میدن. حالا توی یه منطقه از ولز هستش که مردم اونجا روز کریسمس برمیدارن سر استخونه سر اسب رو به یه چوب وصل میکنن، بدنشون رو با یه ملافه میپوشونن و اون اسکلت بیرون از اون ملافه قرار میگیره و اونو حرکت میدن. یه تصویر خیلی وحشتناک. بعد میرن در خونه ها رو دونه به دونه میزنن و کلی شعرهای عجیب غریب میخونن. فکر کن یه غریبه بدبخت این صحنه رو ببینه درجا سکته میکنه دیگه، اصلا اونورا پیداش نمیشه. این چه رسمیه برای سال نو؟ خودتون رو جمع کنین. چهارمین رسم عجیب دنیا، ممنوع شدن توالت برای عروس و داماد تا 3 روز. وای فکرشو بکن،
این رسم باعث شده بعضی وقتا حتی باعث مرگشون هم شده ها. چه خنگن. یه قبایلی هستن تو پرو که میگن که اگه عروس و داماد سه روز اول زندگیشون رو برن دستشویی یا توالت باعث میشه که خوشبختی ازشون دور بشه. میخوام دور باشه ولی بریم دستشویی. یعنی چی؟ فکر کن قشنگ میترکی تو اون سه روز. یعنی هیچی هم نخوری واقعا آدم میتونه خوش نگه داره. سومین رسم عجیب دنیا اینه که البته زیاد هم عجیب نیست اینه که توی مصر یه قسمت‌هایی هست، یه مناطقی هست که وقتی شما میرید خونه اون شخص، مهمونش هستید، غذاشو میخورید، اگه نمک غذا کم بود شما نباید درخواست نمک دون یا نمک بکنید، برای اینکه این توهینه به صاحب خونه. یعنی شما داری به اون شخص میگی که غذات خوشمزه نشده و من میخوام با اضافه کردن نمک غذای تو رو خوشمزه کنم و اون شخص اینو توهین و اهانت میدونه و ممکنه شما رو از خونه پرت کنه بیرون. جالبه. دومی رسم عجیب دنیا سیاه کردن لباس عروس یا کثیف کردن لباس عروس قبل از مراسم عروسیشه که این رسم تو بعضی از قسمت‌های ایلند انجام میشه. شاید ما بگیم که وای ایلندیا که خیلی پیشرفته، ولی خب این رسم و رسومات تو بعضی از قسمت‌های ایلند هنوز پای داره که مثلا قبل از مراسم مردم گوجه فرنگی، تخم مرغ، هر چیزی که باعث کثیف شدن لباس عروس میشه رو به سمتش پرت میکنن تا لباسش رو حسابی کثیف و سیاه کنن و اعتقاد دارن که قابلیت کنترل عروس در مقابله با مسائل مختلف و تو زندگی میتونن با این کار بسنجن که چجوری میتونه با مسائل و سختی های زندگی مواجه بشه. عجب. و اولین و عجیب ترین رسم دنیا رسم حنا گذاشتن تو کشورهای اسلامیه. این رسم حنا بندون که ما قبل از عروسی میگیریم و دست عروس و حنا میذاری با اینا برای کشورهای دیگه خیلی عجیبه که چرا باید این کار رو انجام بدن، ولی خب کشورهای مسلمان مثل کشور خودمون این کار رو انجام میدن و اعتقادشون هم بر اینه که این حنا باعث میشه که مریضی ها و ناباروری ها از عروس خانوم دور بمونه. دست پسران میذارن، دامادان میذارن، احتمالا میخوان مشکلات رو از اونم دورش کنن و خیلی جالبه که این خیلی رسم عجیبیه برای مردم دنیا ولی برای ما عادیه. الان بگذاریم ما دیگه تو ایران داره این رسم حنا بندون جمع میشه. خب دوستای گلم، این چندین تا از عجیبترین رسم و رسومات مردم دنیا بود که دوست داشتم شما در موردش بدونید. امیدوارم از این سبک برنامه ها خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید و اگه واقعا از این سبک برنامه خوشتون میاد برام کامنت بزنید که بیشتر تو این سبک براتون ویدیو درست کنم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.